سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید کشورهای حوزه خلیج فارس به عنوان یک آبراه حیاتی برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ای برخوردارند محمد جواد ظریف که برای شرکت در دومین کمف... کمیسیون مشترک عالی اقتصادی ایران و امارات به ابوظبی رفته هدف از تشکیل این کمیسیون را اهمیت روابط دو کشور دانست و تاکید کرد ظرفیت همکاری های دو کشور بسیار فراتر از میزان همکاری کنونی است و سطح این همکاری ها می تواند گسترده تر و عمیق تر شود. دومین کمیسیون مشترک عالی اقتصادی ایران و امارات متحده عربی امروز سهشنبه با حضور محمد جواد ظریف و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیران امور خارجه دو کشور و با حضور کارشناسان در ابوظبی برگزار شد محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران بار دیگر از عدم استفاده دولت یازدهم از سپاه و بسیج در بحث اقتصاد مقاومتی انتقاد و اظهار و امیدواری کرد که دولت از توان موفق بسیج و سپاه در عرصه اقتصادی استفاده کند. آقای جعفری هفته پیش نیز با انتقاد مشابهی از دولت حسن روحانی گفته بود می توانیم در اقتصاد کمک کنیم ولی دولت باید از ما بخواهد. سخنان فرمانده کل سپاه در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شهریور ماه گذشته در دیدار با فرماندهان سپاه خواهان در دست گرفتن پروژه های بزرگ اقتصادی توسط سپاه پاسداران شده بود. روحانی گفته بود سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و باید بار پروژه های بزرگ را به دوش بگیرد. قدرت گرفتن سپاه پاسداران در اقتصاد ایران در چند سال گذشته انتقاداتی را در مورد تسلط نظامیان بر اقتصاد ملی به همراه داشته است. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران و علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در اظهارات جداگانه گفتند جمهوری اسلامی در شرایط بسیار حساسی قرار دارد. رئیس مجلس ایران گفته اقتصاد کشور یک بیماری در خود دارد که در گذشته مسئولان اجرایی کشور می توانستند با تدبیر مانع از ایجاد این شرایط شوند. آقای لاریجانی با اشاره به گفتگوهای اتمی ایران با قدرت های جهانی هم گفته است نتیجه مذاکرات باید سیانت از دستآوردهای ملی کشور باشد و ماجراجویی های غربی ها را مرتفع کند. در همین حال علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه نیست با اشاره به اینکه ایران در شرایط حساسی قرار دارد گفته برخی دنبال دو قطبی سازی هستند و مردم باید تاکتیک و استراتژی نظام را تشخیص دهند و نگاهشان به رهبر باشد. قلم حسین محسنی اجعی در اولین نشست خبری خود در سال 93 از محاکمه قیابی فعالان سیاسی که پس از سال 88 ناچار به خروج از کشور شدند خبر داد. و همچنین از آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، شهرام جزایری، محمود احمدی نژاد، محمد رضا رحیمی و خاوری گفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا قلام حسین محسنی اجایی سخنگوی قوه قضایی در نشست خبری خود در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت در خصوص آقای زنجانی از ابتدا تا امروز پنج نفر بازداشت شدند که چهار نفر از آنها هنوز در بازداشت بوده و یک نفر با قرار وسیقه آزاد شده است این افراد خود فرد مورد نظر و یکی از مدیرانش هستند که در همان روزهای اول بازداشت شدند دو نفر هم در رابطه با سیستم بانکی در اسفند ماه بازداشت شدند که یکی از آنها با قرار وسیقه آزاد شد اخیرا نیز یکی دیگر از متهمان اصلی دستگیر شده است اجهی گفت از بیان جزئیات دیگر درباره پرونده زنجانی معذور است. خبرنگاری درباره آخرین وضعیت شهرام جزایری از اژه‌ای پرسید اعلام شده دوره محکومیت این فرد به پایان رسیده اما چرا هنوز آزاد نشده است که سخنگوی دستگاه قضایی در این خصوص گفت اواخر سال گذشته این ادعا مطرح شد و وقتی بررسی کردند دیدند در خصوص جزای نقدی محاسبه صحیح انجام نشده و هنوز بخش محکومیت در خصوص جزای نقدی تمام نشده است. بیانیه پارلمان اروپا و درخواست این نهاد با دیدار برخی مخالفان نظام از دیگر سوالات خبرنگاران بود که دادستان کل کشور در پاسخ گفت قوه قضایی به هیچ وجه اجازه نمی دهد پارلمان اروپا و یا کشورهای دیگر در امور داخلی ما دخالت کنند و بعضی از چیزهایی که آنها گفتند دخالت در امور داخلی ماست. وی افزود. در خصوص دو دیدارهای سابق این افراد نیز با قوه قضاییه هماهنگی نشده و قوه قضاییه برای دفعات بعد هم به مسئولین زیرب تذکراتی را داده است که این کار را نباید انجام دهند وی در ادامه این نشست خبری در خصوص آخرین وضعیت دادگاه احمدی نژاد بیان کرد در نحوه رسیدگی به تخلف برخی از مقامات مکانیزم مشخصی وجود دارد از جمله رئیس جمهور که اگر ایشان تخلف قانونی داشته باشند به دیوان عالی کشور می رود. در غیر این صورت به دادگستری خواهد رفت. پیش بینی شده که مستقیما این پرونده ها به دادسرا نرود. در این پرونده نیز دادگاه تحقیقات خودش را انجام می دهد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پیگیری پرونده مهدی هاشمی و خاوری هم گفت درباره پرونده مهدی هاشمی از دادستان سوال کردم و گفتند که بخش زیادی از کارها انجام شده و ترجمه برخی از اسناد نیز تمام شده است. امیدواریم نواقض زودتر رفع شود و دادگاه حکم دهد اگر محکومیت وجود داشته باشد حکم هم به طبع آن اجرا می شود اما درباره خاوری پرونده هنوز در دادگاه است محسنی اژه اما در پایان و در مهمترین بخش گفته های خود گفت که برخی از افراد دخیل در جریانات 88 که بیشتر در مزن اتهام بودند و به ادعای وی به خارج از کشور گریختند در اسفندوم به صورت قیابی محاکمه شدند وی افسوده طبق روال قانونی اگر به این افراد یا وکیلشان دسترسی نباشد احکام به نحو دیگر ابلاغ می شود و اجرای قانونی ادامه دارد دادستان کل کشور درباره ویژگی های این دادگاه و نیز افرادی که مورد محاکمه قرار گرفتند توضیح بیشتری نداده است و پیش از این نیز گفته بود افرادی که در فتنه سال 88 به مردم و نظام ظلم وارد کردند پس از بازگشت به ایران تحت تعقیب قرار میگیرند. اجای افسوده بود کسی که مرتکب جرم شده باشد را ممنوع ورود نمی کنیم اما احتمال دارد کسی که مرتکب جرم شده باشد ممنوع الخروج شود این افراد پس از ورود به کشور دستگیر می شوند به نظر می رسد این اظهارات با هدف جلوگیری از بازگشت احتمالی شماری از فعالان سیاسی و مدنی خارج از کشور بیان شده باشد به دنبال پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 برخی از فعالان سیاسی و مطبوعاتی که به دنبال حوادث سال 88 مجبور به ترک ایران شده بودند به کشور بازگشتند و شماری نیز اعلام کردند امیدوارند با بهبود اوضاع در ماههای آینده بتوانند بازگردند همچنین اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در حالی بیان شده که پیشتر محمود علوی وزیر اطلاعات دولت یازدهم نیز اعلام کرده بود هر شخصی که خلافی نداشته باشد تضمین میدهیم در صورت بازگشت مشکلی نخواهد داشت آویگدور لبرمن وزیر خارجه اسرائیل برای نخستین بار تایید کرد که کشورش گفتگوهایی محرمانه با کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و کویت انجام داده است. مبنای این گفتگوها آنگونه که وی به یک روزنامه اسرائیلی گفته ترس مشترک از قدرت روبرشت ایران و خطر افرادگرایی اسلامی بوده است. عربستان سعودی و کویت پس از انتشار این اظهارات هرگونه مذاکره با اسرائیل را تکذیب کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که کشورش به حمید ابوطالبی روادید ورود به آمریکا نخواهد داد و تصمیم واشنگتن در این زمینه تغییری نکرده است. دولت آمریکا در بیانیه آقای ابوطالبی را به خاطر آنچه گفته می شود ارتباط او با جریان گروگانگیری سال 58 سفارت آمریکا در تهران است گزینه نامناسب به عنوان سفیر خوانده است. جنساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت جمهوری اسلامی در خصوص ماجرای صدور روادید برای حمید ابوطالبی گفت ما از گزارش ها درباره اینکه ایرانی ها شکایتی را علیه کمیته کشور میزبان تهیه کردند اطلاع داریم من این سوال را به سازمان ملل و ریاست کمیته کشور میزبان رجوع می دهم که کشور قبرس رئیس آن است. وی در خصوص اینکه آیا مهر عدم صدور ویزا بر روی درخواست خورده یا خیر گفت چیزی تغییر نکرده و من چیز جدیدی را برای شما ندارم که بگویم. وی درباره اینکه آیا نظر آمریکا در این خصوص تغییر کرده است یا نه اظهار داشت هیچ چیز تا به حال تغییر نکرده دلایلی برای عدم صدور روادید وجود دارد که من به آنها اینجا اشاره نمی کنم اما آنچه که جمعه اعلام شده است این است که ما به او روادید نخواهیم داد حمید ابوطالبی طالبی از سوی تهران به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل انتخاب شد اما آمریکا میگوید به دلیل دست داشتن آقای ابوطالبی در گروگانگیری سال 58 برای او ویزا صادر نخواهد کرد. یک نماینده پارلمان عراق خبر از صدور 13 حکم بازداشت برای نمایندگان مجلس به اتهامات مختلف از جمله تروریسم خبر داد. به گزارش العالم خانم عالی نصیف نماینده پارلمان عراق گفته است این احکام پس از رفع مسئولیت این نمایندگان در ماه جوان اجرایی خواهد شد و مسئولیت نمایندگان مختلف پس از پایان دوره فعلی پارلمان در چهاردهم جوان لغو خواهد شد شورای عالی قضایی عراق روز یکشنبه اعلام کرد احکام قضایی نمایندگان متخلف را که از مسئولیت قضایی برخوردارند پس از پایان دوره فعلی پارلمان اجرایی خواهد کرد نوی پیلای مسئول کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گسترده شدن شکنجه در زندانهای سوریه را محکوم و همزمان استفاده از شکنجه توسط برخی گروه های مسلح مخالف اسد ابراز تأسف کرد. در سند هشت صفحه ای که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر کرده آمده است با 38 نفر از افرادی که تحت شکنجه قرار گرفتند مصاحبه کرده و آنها جزئیات وحشتناکی از آنچه که برای آنها پیش آمده مطرح کردند در این گزارش از برخی گروه های مسلح نظیر دولت اسلامی عراق و شام گروه النصره اهرار و شام طوفان شمال و گردان التوحید نام برده شده که دارای بازداشتگاه هستند و مردان و زنان و کودکان در آنها در معرض شکنجه قرار می گیرند. خانم پیلای می نتایج نشان می دهد که شکنجه به شکل گسترده در بازداشتگاه های دولتی سوریه مورد استفاده قرار می گیرد و برخی از گروه های مسلح نیز این شیوه را به کار می گیرند. این گزارش ادامه می دهد معمولا مردان زنان و کودکان از خیابانها منازل یا محل کار خود رو بوده می شوند در مراکز بازرسی وابسته به دولت توقیف می شوند و پس از آن به ده ها مراکز بازداشت رسمی یا سری دولتی برده می شوند سازمان ملل می که این افراد معمولا به شکلی سری و برای مدت زمانهای غیر محدود بازداشت می شوند و گاهی به مراکز دیگر از جمله بازداشتگاه هایی در پایگاه های ارتش و برخی از فرودگاه ها منتقل می شوند. این گزارش به وضعیت برخی از بازداشت شدگان اشاره کرده که پس از بازداشت آویزان شدند، چشمهایشان بسته شد و پس از آن در معرض ضرب و شتم سوزاندن جریان برق و روش های دیگر شکنجه قرار گرفتند. در رویدادی مرتبط با اوضاع سوریه اسد مصطفا وزیر دولت موقت سوریه در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که کارشناسان نظامی جمهوری اسلامی در یک مرکز تحقیقاتی در کفر سوسه دمشق بمب‌های سمی را توسعه دادند تا به جای بمب های ای علیه مخالفان به کار گرفته شود وزیر دفاع دولت موقت سوریه افزود که تاکنون رژیم اسد در هفت منطقه سوریه از این بمب ها علیه مخالفان خود استفاده کرده است اسد مصطفا بیان داشت که رژیم اسد در چند روز گذشته دو منطقه جوبر و رنکوس را با بمب های سمی مورد هدف قرار داد که در اثر آن شماری از مخالفان کشته شدند. شهرک کفر زیتا در حومه دمشق نیز در این زمینه بی نصیب نمانده است. رژیم اسد این شهرک را با گاز کلور مورد حمله قرار داده است. بر اساس فعالان سوری نیروهای رژیم سوریه همچنین برای نخستین بار دو شهر خان شیخون در ادلب و هرستا در حومه شهر دمشق را مورد حمله گازهای سمی قرار داده است وزیر دفاع دولت موقت سوریه از پیشروی انقلابیون در مناطق حلب و محاصره ساختمان اطلاعات هوایی رژیم در این شهر خبر داد فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز گذشته در کاخ الیزه با دیوید کمرون نخست وزیر بریتانیا ملاقات کرد و در خصوص تصمیمات اروپا درباره اوکراین به بحث و رایزنی پرداخت. محمد رضا شاهید خبرنگار ایران فردا از پاریس و جزئیات بیشتر. روز گذشته در ارتباط و به مواظات تصمیمات اتحادیه اروپا در ارتباط با پرونده اوکراین فرانسه نیز گام‌هایی برداشت آقای اولاند با آقای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در کاخ الیزه دیدار داشت و کمی دیرتر گفتگوی تلفنی با آقای اوباما رئیس جمهور امریکا در بیانیه مشترک و منتشر شده از سوی کاخ الیزه آمده است که این هر دو آقای کامرون و آقای اولاند خشونت های موجود رو محکوم کردن و امیدوارند که ملاقاتی که روز پنجشنبه برگزار خواهد شد به نتایج دلخواهی دست بیاورن و اینکه هر چه زودتر خشونت پایان بیاورد در مورد گفتگوی تلفنی آقای اوباما و آقای اولاند در بیانیه دیگری میخوانیم که باز این دو اظهار امیدواری در گفتگوها دارند اما آقای اولاند گفته است که چنانچه به تصمیمات دلخواه دست نیابند تحریمات به صورت جدیتری دنبال خواهد شد از جمله از سوی فرانسه در ساعتی دیرتر آقای پوتین گفته است که وارد ساختن اتهام به روسیه مبنی بر دخالتش در اوکراین کاملا بی اساسه و نیز امیدوار است که انتخابات 25 ماه می در اوکراین نتایج مستقیمی برای خواست مردم اوکراین داشته باشه در حال حاضر همونطور که اطلاع دارید در نشستی در لوکسامبورگ سران اتحادیه اروپا گرده هم آمدند و آقای فابیوس در این ارتباط گفته است چنان چه نتایج دلخواه نباشد در پرونده اوکراین امکان این هست که هفته آینده بار دیگر این بار در بروکسل وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری در مورد تحریم های بیشتر گرد هم بیایند از طرف دیگر رادیوی صدای روسیه در سایت فرانسه زبان خودش به نقل از مقامات واشنگتن میگوید که رئیس سازمان اطلاعاتی CIA هفته گذشته در تلویزیون ایران فرق. دولت اوکراین با توجه به تداوم اشغال مراکز دولتی در شرق این کشور از سازمان ملل تقاضای کمک کرد. الکسان تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین گفته است دولتش با برگزاری همه پرسی مخالف نیست و مطمئن است چنین رفراندومی آرزوی اکثریت برای برخورداری از کشوری متحد و مستقل را تایید خواهد کرد. الکسان تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین از سازمان ملل برای مهار نارامی در این کشور تقاضای کمک و پیشنهاد کرده که نیروهای مسلح این کشور با همکاری سربازان کلاه آبی سازمان ملل یک مأموریت مشترک ضد تروریستی انجام دهند. وی با انتشار بیانیه‌ای در پایگاه تلارسانی ریاست جمهوری اوکراین گفته است به این ترتیب کارشناسان و ناظران امکان خواهند یافت تا قانونی بودن اقدامات ما را مستقیما مشاهده کنند دبیر کل سازمان ملل هنوز پاسخ روشنی به این پیشنهاد نداده است و با در نظر گرفتن حق وتوی روسیه در شورای امنیت شانس اندکی برای عملی شدن این پیشنهاد میبیند بانکیمون در عین حال به دولت موقت اوکراین گفته که هر کاری از دستش بر بیاید برای کاهش مسالمت بحران کنونی انجام خواهد داد. در رویدادی دیگر مرتبط با نارامی ها در اوکراین، کاخ سفید سفر جان برنن رئیس CIA را به کیف پایتخت اوکراین در اوایل این هفته تایید کرد. جی کارنیس سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس ای در سفری معمول برای همکاری های امنیتی با مقام های اروپا به کیف رفته است. و افزود که این گونه دیدارها طی سالها با مقام های امنیتی روسیه نیز انجام شده است. در تحول دیگر نیز وزارت خزانه آمریکا اعلام کرد که توافق نامی با اوکراین برای دادن یک میلیارد دلار وام تضمینی به این کشور امضا کرده است. این توافقنامه در دیدار وزیر خزانهداری آمریکا و وزیر دارایی اوکراین در واشنگتن امضا شد در رویداد دیگر اتحادیه اروپا با تأکید بر نقش روسیه در بحران به وجود آمده در شرق اوکراین اعلام کرد که با افزودن افراد دیگر در فهرست تحریمی این اتحادیه به منظور مسدود کردن هایشان و جلوگیری از صدور ویزای این اتحادیه برای آنها موافقت کرده است به گزارش خبرگزاری فرانسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز 25 فروردین ماه در جریان نشستی در لوکزامبورگ مسکو را در قضیه حمله گروه های حامی روسیه به ساختمان های دولتی در شرق اوکراین دخیل دانسته و اعلام کردند که این اقدامات با برنامه ریزی روسیه صورت گرفته است. اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت در پرتو وقایع اوکراین ما تصمیم گرفتیم فهرست افرادی را که هدف مسدود شدن دارایی ها و قرار لغو صدور ویزا قرار گرفتند گسترش دهیم طبق گزارش ها حاضران در جلسه با افزودن چهار نام دیگر به فهرست تحریمی موافقت کردند و قرار است اسامی این افراد روز سهشنبه اعلام شود همکنون به گفته خبرگزاری فرانسه 33 مقام و تاجر روس و اوکراینی در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار دارند. اتحادیه اروپا همراه با آمریکا معتقد است که روسیه در وقوع نارامی ها در مناطق شرقی اوکراین و حمله گروه های مسلح هوادار روسیه به ساختمان های دولتی نقش داشته است. این در حالی است که روسیه این اتهام را رد می کند. همچنین در جریان نشست وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا از توافق بر سر اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه باز ماندند با این حال آنها به روسیه هشدار دادند که اگر گام‌های بیشتری در جهت بی‌ثبات کردن شرایط در اوکراین بردارد اتحادیه اروپا آماده ای اعمال تحریم‌های شدیدتر است نشست لوکزامبورگ در حالی برگزار شد که قرار است روز پنجشنبه یعنی 28 فروردین ماه کاترین اشتون با مقام های آمریکایی، روسی و اوکراینی در ژنو دیدار کند. به گفته خانم اشتون در این نشست قرار است بر سر کاهش تنش ها در اوکراین بحث و گفته شود. در حال حاضر هنوز برخی ساختمان های اداری واقع در شرق اوکراین در محاصره های گروه های مسلح حامی روسیه هستند. محمد مرزی دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از اجرای حکم سه متهم به ترور موسا نوری قلعه دادستان زابل خبر داد و گفت حکم قصاص این سه متهم حدود پانزده روز آینده اجرا خواهد شد. موسا نوری قلعه پانزده همه آبان ماه سال 92 هنگام رفتن به محل کار خود با شلیک چند گلوله کشته شد. نخستین جلسه دادگاه متهمان پنجم اسفند ماه برگزار شد که در این جلسه برای سه متهم این پرونده تقاضای اعدام شد و این حکم از سوی دیوان عالی کشور تایید شد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از تهران خواست تا حکم اعدام ریحانی جباری که متهم به قتل یک مأمور پیشین وزارت اطلاعات است را متوقف کند. ریحانه جباری متهم است که در سال 86 مرتزا عبدالعلی سربندی مامور پیشین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به قطر رسانده است. و گفته که دلیل این اقدام دفاع از خود در برابر تعرض جنسی وی بود است. احمد شهید گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با انتشار بیانیه‌ای گفته است که برای خانم جباری دادگاه عادلانه ای برگزار نشده است و پرونده وی باید بار دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد چرا که وی از خود دفاع کرده است آقای شهید تصریح کرده است مقام های ایرانی باید پرونده جباری را مورد بازنگری قرار داده و آن را به دادگاه دیگری ارسال کنند تا این اطمینان حاصل شود که روند قضایی هم در چارچوب قوانین ایران و هم قواعد بین المللی رایت شده است. به گفته وی نگرانی های جدی وجود دارد که این متهم تحت فشار مجبور به اعتراف شده و دادگاه به تمام شواهد توجه نکرده است. آقای شهید میگوید خانم جباری از سوی سربندی استخدام شده بود تا طراحی اداره وی را انجام دهد و شهادت منابع موثق حاکی است که این مامور پیشین وزارت اطلاعات پیش از مرگ ریحانه جباری را مورد تعرض جنسی قرار داده بود وی اظهار داشت سربندی ترتیبی داد تا جباری به دفترش بیاید اما به جای آن وی را به محلی برد و به او تجاوز کرد خانم جباری متهم است که چندین بار با چاقو به شانه های سربندی ضربه زده است و پس از فرار برای مقتول درخواست آمبولانس کرده است. احمد شهید به شواهدی از جمله گزارش پزشکی اشاره کرده که در آن آمده است در لیوان آب میوهی که در صحنه جرم پیدا شد داروی آرام ریخته شده بود و این نشان می دهد که اقدام به تجاوز جنسی از قبل برنامه ریزی شده بود. گزارشگر سازمان ملل میگوید اگر اتهامهای مطرح شده از سوی جباری صحت داشته باشد وی ممکن است دو بار قربانی شده باشد یک بار توسط فرد متجاوز و بار دیگر توسط دستگاه قضایی که فرضبرین است باید از قربانیان در برابر حملات فیزیکی و تجاوز جنسی محافظت کند وی میگوید که جمهوری اسلامی ایران امسال بیش از 170 نفر از جمله دو زن را اعدام کرده است. برخی منابع خبری گزارش داده بودند که ریحانه جباری قرار است امروز سهشنبه 26 فروردین اعدام شود اما غلام حسین محسنی اجرایی دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضایی روز دوشنبه حاضر نشد تا زمان اجرای حکم اعدام ریحانه جباری را اعلام کند و در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای حکم اعدام ریحانه جباری در هفته اخیر صحت دارد یا اصلا او اعدام شده است گفت که ایشان اعدام نشده است و اینها گمانی زنی های افراد است در ماه های اخیر کارزاری برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول آغاز شده و از جمله اسقر فرهادی کارگردان سینما خواستار صرف نظر کردن این خانواده از حکم قصاص جباری شده است سخنرانی سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشگاه امیر کبیر با شعارهای دانشجویان در حمایت از میر حسین موسوی به هم خورد آقای جلیلی اما گفته دو جریان تحجر و استکبار مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفتند و ولایت فقیه اجازه نمی دهد کسانی با دیکتاتوری رأی مردم را وتو کنند. در جریان این سخنرانی گروهی از دانشجویان موافق و منتقد اقدام به سردادن شعارهایی در نقد یکدیگر کردند. گزارش شده وضعیت پزشکی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد این روزها مساعد نیست و زندان بانان در بررسی و پیگیری مسائل مربوط به سلامت موسوی و رهنورد تعلل می کند. سایت کلمه با اعلام خبر نامساعد بودن وضعیت پزشکی میرحسین حسین موسوی و زهرا رهنورد نوشت در حال حاضر طبق نظر و تاکید پزشکان معتمد میرحسین موسوی اقدامات پزشکی دقیق برای بازیابی توان قلب ایشان ضروری است اما زندانبانان به این توصیه توجهی ندارند به نوشته این سایت طی ماههای اخیر میرحسین موسوی دچار نوسان فشار خون و مشکل در کلیه و قلب خود بوده به طوری که گاه این ناراحتی ها در ملاقات های وی با خانواده به خوبی نمایان بوده است همچنین زهرا رهنورد بنا به مشاهدات دختران او که در طول ماهای اول بازداشت با حدود 14 کیلو کاهش وزن روبرو بوده است با افزایش قند و نوسانات فشار خون و لرزش گاه گاه دست و دردهای شدید استخوانی و پارهی مشکلات دیگر روبروست بر اساس این خبر این مشکلات پیش از این منجر به وزیت پزشک وزارت اطلاعات و درخواست ایشان مبنی بر آزمایشات و اقدامات درمانی شد اما از نتایج آزمایشات تا کنون اطلاعی در دست نیست در خبری دیگر در ارتباط با زندانیان سیاسی روز دوشنبه 18 فروردین ماه آقای سید حسین کاظمینی بروجردی به درمانگاه زندان اوین منتقل شد اما هیچ گونه اقدام درمانی صورت نگرفت و تنها از صحنه حضور ایشان در درمانگاه فیلم برداری کردیم به نظر می رسد این صحنه سازی دروغین در پی صدور بیانیه گزارشگران سازمان ملل متحد و عفو بین الملل در مورد وخامت وضعیت جسمی ایشان و همچنین پیگیری های گسترده نهادها و مدافعان حقوق بشر اجرا شده است به نظر می رسد که دادستانی ویژه روحانیت و بازجویان وزارت اطلاعات قصد سحنسازی و فریبکاری علیه این روحانی زندانی و بیمار را دارند آقای کازمینی بروجردی زندانی عقیدتی خواهان جدایی دین از حکومت که تا کنون هشت سال از دوران حبس یازده ساله خود را سپری کرده از دارو و درمان و مرخصی استعلاجی محروم گردیده و در این مدت به بیماری های بسیاری مبتلا شده است به تازگی ایشان را به شدت تحت فشار گذاشتند که از اعتقادات خود دست بردارد همچنین هفته گذشته ساعت ملاقات او را کاهش دادند وزیر نفت ایران هشدار داده است در صورت ادامه روند کنونی مصرف گاز ایران به وارد کننده گاز تبدیل خواهد شد به گزارش خبرگزاری مهر ویژن نامدار زنگنه همچنین اعلام کرده بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی و افزایش تولید گاز به معنای خارج شدن از وضعیت استرار نیست بر اساس گزارش های رسمی ایران در زمستان سال گذشته به دلیل کمبود گاز و اوج گرفتن مصرف خانگی حجم گاز نیروگاه ها و تزریق گاز به میادین نفتی را کاهش داد تا از قطع گاز خانوارها جلوگیری کند. مصرف گاز خانگی در ایران در زمستان به بالای 485 میلیون متر مکعب در روز رسید که باعث افت فشار گاز در بخش‌هایی از ایران از جمله استان‌های غربی شد. رمال مشهور که به رمال احمدی نژاد و مشایی شهرت داشت و چند سال پیش بازداشت شده بود آزاد شد. به گزارش ندای سبز آزادی عباس قفاری که به گفته اصولگرایان در دولت احمدی نژاد نفوذ کرده بود از اردی بهشت نوت در زندان به سر می برد. مرداد ماه سخنگوی قوه قضایی در کنفرانس مطبوعاتی خبر از دستگیری دو جنگیر دولتی داد با این حال محمود احمدی نژاد ادعا کرد دولتش دولت جنگیری و رمالی نیست. دولت محمود احمدی نژاد از سوی اصولگرایان اصول بارها متهم شد که برای تصمیم گیری امور کشور از جنگیران و رمالان استفاده می کند. وزیر اقتصاد ایران خواستار همکاری مالی و فنی بانک جهانی برای اجرای شماری از پروژه ها در ایران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا علی تایب نیا در دیدار با خانم کریستیان اندرسون معاون بانک جهانی گفته است لازم است این بانک برای اجرای پروژه در زمینه های محیط زیست، آلودگی هوا، امنیت جادهای و مدیریت بلایای طبیعی کمک های فنی به ایران ارائه دهد و هزینه مالی این پروژه ها را نیز تأمین کند. آقای تایب نیا گفته است اولویت دولت حسن روحانی ارتقای همکاری ها با مجامع بین المللی به خصوص بانک جهانی است. عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران گفته است قسم چهارم دارایی های بلوکه شده ایران به حساب بانک مرکزی واریز شده است. پیشتر خبرگزاری‌های های ایران گزارش داده بودند موعد پرداخت قسط سوم و چهارم ایران بدون اعلام خبر واریز آنها از سوی بانک مرکزی گذشته است عباس اراغچی معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای میگوید تا کنون همه اقساط طبق توافق ژنو پرداخت شده و در حساب بانک مرکزی قرار دارد به گزارش ایسنا آقای اراقچی اعلام کرده است که قسط پنجم این دارایی ها در هفته جاری به حساب بانک مرکزی واریز خواهد شد این اظهارات در حالی مطرح می شود که 24 فروردین ماه ایسنا گزارش داده بود در حالی که بنا بود قسط سوم معادل 550 میلیون دلار 16 اسفند ماه و قسط چهارم معادل 550 میلیون دلار 21 فروردین ماه به حساب بانک مرکزی واریز شود هنوز مشخص نیست که این مبلغ به حساب بانک مرکزی ایران واریز شده است یا خیر. با این حال آقای اراقچی تأکید کرد که تمامی چهار قسط پرداخت شدند و افزود مبالغ مربوط به اقساط 4.2 میلیارد دلاری به حساب بانک مرکزی واریز شده است. بر پایه این توافق موقت هسته سوم مازر ماه در ژنو های جهانی توافق کردند تا در صورت پایبندی ایران به مفاد این توافق نامه مبلغ 4.2 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران را به تدریج و در 8 نوبت در اختیار تهران قرار دهند. طبق گزارش ها قسط اول دارایی ها 14 بهمن ماه و قسط دوم 12 اسفند ماه به حساب بانک مرکزی واریز شد. ایسنا که 24 فروردین ماه تأکید داشت بانک مرکزی هنوز خبری از واریز قسط سوم نداده است، 25 فروردین ماه گزارش داد که این قسط 16 هم اسفند ماه و قسط چهارم نیز 21 فروردین ماه در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. بر این اساس تا کنون دو میلیارد و 100 هزار دلار از دارایی های بلوکه شده ایران به حساب بانک مرکزی واریز شده است. اظهارات عراقچی در حالی است که خبرگزاری تسلیم نزدیک به سپاه پاسداران روز 24 فروردین ماه گزارش داده بود با وجود گذشت ماه از اجرای اسمی این توافقنامه و البته تایید بانک مرکزی مبنی بر دریافت دو قسط نخست پولهای بلوکه شده ایران هنوز گزارش های رسمی و البته از آن مقامات بانک مرکزی نشان می دهد که یک دلار هم از این پولها در اختیار ایران قرار ندارد و در بانک سوئیس خاک می خورد. همچنین روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز هفته همه ماه نوشت که بر اساس اظهارات بیش از ده مقام ایرانی و غربی ها بانکداران و وکلای آگاه ایران در چند وقت اخیر قادر نبوده است بخش زیادی از دارایی های آزاد شده را در اختیار بگیرد. به پایان این مجموعه خبری می رسیم. از طرف خودم و گروه خبر شب و روز خوبی را برای شما آرزو می کنم. خدا نگهدار.